سلام خوش اومدید به کلاس درس میخوایم با همدیگه بعضی از خواص بسیار بسیار مهم و کلیدی حد رو یاد بگیریم من اثبات نمی کنم در این ویدیو اونها رو چون سطح اثبات ها بالاتر از کتاب دبیرستان هست در همه جای دنیا ولی یک ویدیو جداگانه ضبط میکنم که یکی دو تا از اثبات ها رو شما ببینید و با اثبات های ریاضی به این سبک آشنا بشید اولین خاصیتی که من میخوام معرفی بکنم این خاصیت بسیار ساده هست اتفاقا این خاصیت رو با چیزی که ما از تعریف رسمی حد در ویدئوی قبل معرفی کردیم شما خودتون به راحتی میتونید اثبات بکنید و اون هم این هست که لیمیت x به سمت a یک تابع ثابت مساوی هست با خود اون عدد ثابت یعنی اگر من یک تابعی داشته باشم که fx مساوی با c هست یعنی یک عدد ثابتی هست حدش در هر نقطه‌ای برابر با همون عدد ثابت خواهد بود خاصیت دوم که اون هم خاصیت خیلی مهم و ساده‌ای هست اینه که حد x به سمت a تابع x مساوی هست با a این رو هم شما میتونید با همون چیزی که ما در ویدئوی قبل از تعریف رسمی حد دیدیم خودتون اثبات بکنید. یعنی تابع f مساوی با x حدش در حد x به سمت aش مساوی میشه با خود a. ای. این دوتا خاصیتی است که های خیلی ساده اما کلیدی برای ما هستند. برای خاصیت سوم به بعد، من میخوام اول دوتا فرض بکنم. فرض بکنید که ما یک تابع f داریم که حد x به سمت A ای این تابع f مساوی میشه با l و یک تابع jx هم داریم که حد x به سمت a تابع jx من هم مساوی میشه با مثلا m خب بنابراین فرض بکنید که ما این دوتا حد رو کامل داریم و l و m هم اعداد خیلی خوش تعریفی هستن یک عدد کاملا مشخص هستن بی نهایت نیستن در این صورت خاصیت سومی که من میخوام معرفی بکنم که میتونم بگم یکی از مهمترین خاصیت هایی است که شما باید در مورد حد بلد باشید این هست که لیمیت x به سمت a f x به علاوه j x یعنی تابع جمع این دو تابع مساوی میشه با لیمیت x به سمت a f x به علاوه لیمیت x به سمت a j x که این عبارت هم طبق این فرضی که من این بالا کردم مساوی میشه با l به علاوه M. این یکی از مهمترین خواص حد هست که جمع دو تابع حدش در یک نقطه برابر میشه با جمع حد هر کدوم از اونها در اون نقطه خاص یا همون L به علاوه ام طبق این فرضی که ما اینجا کردیم پس بذارید من اینو جدا بکنم که مشخص بشه این فرض هست خب خاصیت بعدی که دقیقا مشابه همین خاصیت هست من نمیدونم چرا رنگ قلمم عوض شد این هست خاصیت پس چهار من شمارش رو میذارم این که حد x به سمت a f x من های j x یعنی تفریق دو تابع برابر میشه با حد x به سمت a f x من های حد x به سمت a j x یا به عبارتی طبق این فرض که ما کردیم l منهای ام بنابراین من وقتی که جمع میزنم دو تابع رو حاصل حدم برابر میشه با جمع حد هر کدوم از اون توابع و وقتی که از هم کم میکنم به همین ترتیب میشه حاصل میشه کم در حقیقت تفریق هر کدوم از اون توابع حدشون خاصیت بعدی که من میخوام تعریف بکنم و این رو هم مثل خاصیت های دیگه اثبات نمی کنم در این ویدیو این هست که حد x به سمت a یک عدد ثابت k ضرب در fx مساوی میشه با k ضرب در حد x به سمت a ای fx که این مساوی میشه با k ضرب در l بنابراین وقتی که من یک تابع رو در یک عدد ثابت ضرب میکنم حد x به سمت a ای این تابع جدید برابر هست با اون عدد ثابت ضرب در حد x به سمت a اون تابع قدیمی قبل از اینکه من بخوام برم و خاصیت های دیگه حد رو تعریف بکنم بیایید با همین خاصیت هایی که شناختیم در این گوشه بالا یک مثال حل بکنیم فرض بکنید من میخوام لیمیت x به سمت مثلا سه 4x به علاوه 7 رو حساب بکنم خب حالا میتونید ببینید که چقدر قشنگ ما میتونیم از این خواص استفاده بکنیم و بدون نیاز به تعریف دقیق حد این حد رو به دست بیاریم خب این طبق این خاصیت شماره 3 مساوی میشه با حد x به سمت 3 4x به علاوه حد x به سمت 3 7 در حقیقت من اومدم فرض کردم که این 7 تابع جه x من هست و این 4x تابع اف ایکس من بنابراین حد جمعشون میشه حد هر کدومشون اما طبق خاصیت 5 من میدونم که حد x به سمت 3 یک عدد ثابت ضرب در x مساوی میشه با 4 ضرب در حد x به سمت 3 x و علاوه حد x به سمت 3 7 درسته من فقط از این خاصیت 5 استفاده کردم و این عدد ثابت رو بردم بیرون حد اما من حالا چی میدونم من طبق خاصیت دو میدونم که حد x به سمت 3x میشه 3 و طبق خاصیت یک میدونم حد x به سمت 3 یک عدد ثابت یعنی هفت میشه خودمون عدد ثابت یعنی هفت بنابراین این عبارت مساوی میشه با چهار ضرب در 3 به علاوه 7 یا 19 بنابراین من تونستم به کمک همین خواسته ساده اما بسیار مهمی که تعریف کردم این حد رو حساب بکنم و شما هر, هر حد به شکل MX به علاوه N دیگه ای رو میتونید با همین خواست نشون بدید که حد X به سمت Aش مساوی میشه با MA به علاوه N به کمک همین خواستی که ما داشتیم و با همین مراحلی که من طی کردم